بانم یاد ایزده توانا. سلام، وقت شما بخیر. با داشته های خبری این ساعت از رادیو تلویزیون ملی تخار خوش آمدید. امروز یک شنبه ششم ماه حوت سال 1402 هجری خورشیدی، 14 ماه شعبان سال 1445 هجری قمری و 25 ماه فبروری سال 2024 میلادی است. در نخست سرخط خبرها. نگرانی قصابان از نبود یک کشتارگاه استاندارد در تخار. قصابان تخار میگویند به دلیل نبود یک کشتارگاه معیاری با چالش های زیاد روبرواند. خواسته باشندگان تخار برای انکشاف و توسعه شهر طالقان. شماری از باشندگان تخار از حکومت میخواهند تا به خاطر کاهش ازدحام شهر طالقان و تطبیق ماستر پلان شهری بیشتر از پیش تلاش نمایند. و آغاز کمپاین نهالشانی در ولایت کندوز. مسئولان محلی کندوز میگویند قرار است در این دور کمپاین هزاران اصل نهال در سطح ولایت کندوز قرض گردد. عبیدالله دلاور هستم با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما. قصابان در تخار از نبود یک کشتارگاه استاندارد در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند نبود یک کشتارگاه معیاری روند کاری قصابان را به چالش های زیاد روبرو کرده و از نهادهای مسئول میخواهند تا در راستای ساخت یک کشتارگاه استاندارد اقدام نمایند. از سوی هم مسئولان محلی تخار از تلاش هایشان برای ساخت یک کشتارگاه معیاری در این ولایت خبر میدهند. شاکر رحیمی گزارش میدهد. راسته قصابی در تودباغ شهر طالقان مرکز تخار، مکانی که در آن صدها تن از باشندگان شهر طالقان مصروف پیشه قصابی هستند. محمد رحیم که سالهاست در این مکان قصابی دارد میگوید نبود یک کشتارگاه معیاری قصابان این شهر را با چالش روبرو کرده و شمار زیادی از قصابان مواشیشان را در خانه ها و یا ساحات کاری ذبح میکنند. به گفته وی نبود یک مسلخگاه استاندارد و بدور از ساحات رهایشی نیز باعث شیوع امراض حیوانی در شهر طالقان شده است. مال اکثرا سرایی کشته میشه در شهر، در سرای ارتبوز و در جای میبره برای سلاخهای ما زیاد مشکل است. اگر مسلخگاه جور شود من گوشتم صاف و پاک و صفا ستره در بازار میام و یک چیزی خوبم به مشتری های من عرضه کرده میتونم. مسلخگاه صحیح باشد اما یک جای مال از زبا کنیم کشته صفا ستره در مارکت ما بیا انس خوبتر میشه برادر. همزمان با این مسئولان محلی تخار میگویند ساخت و ساز یک مسلخگاه معیاری و در بیرون از شهر هزینه هنگفت بر می‌دارد و آنان تلاش دارند تا به این چالش بزرگ اجتماعی در شهر طالقان نقطه پایان بگذارند. مسلخ ها را در سطح ولایت دیگه خصوصا در سطح زونا جور کرده، این امکانات ما بازم پیش میبریم، این مسئله را تعقیب میکنیم از طریق وزارت زراعت و باز نهادها و ادارات دیگه هم میتونن در این قسمت همکاری کنن. این مال بازاری که در اونجا که در سرای سنگ انتقال شده همه که ترانه کس را که رهبره کس همه هنگی دارن که در اونجا هم مال بازار صورت بگیره و هم مسلخ در جو جور شده. با باور آگاهان محیط زیست نبود یک کشتارگاه معیاری باعث شیوع امراض مختلف حیوانی به خصوص بیماری کانگو در تخار خواهد شد. اما در صورتی که این مسلخگاه ساخته شود از شیوع امراض جلوگیری و در پاکی محیط زیست نیز مؤثر واقع می شود. همزمان با ساخت و ساز بلند منزل ها و مارکت های تجاری و همچنان بیروبار شهری در شهر طالقان، شماری از باشندگان تخار میگویند در صورت که نهادهای مسئول برنامه ها و پلان انکشافیشان را به زودترین فرصت در شهر طالقان عملی نسازند، با افزایش نفوذ کاروبار و زندگی در شهر طالقان با چالش روبرو خواهد شد. در این حال مسئولان محلی میگویند قرار است یک هیئت با صلاحیت به خاطر بازنگری و تطبیق پلان انکشافی شهر طالقان از مرکز به تخار بیاید و کارشان را آغاز نمایند. افزایش نفوذ در شهر طالقان مرکز تخار و ساخت و ساز بلند منزل ها و مارکت های تجاری در چهار اطراف چهارراه مرکزی شهر طالقان باعث بیروبار و نگرانی باشندگان این شهر شده است. به گفته شماری از شهروندان تخار در صورتی که نهادهای مسئول پلان انکشافیشان را در شهر طالقان تطبیق نسازند
رفت و آمد و زندگی در قلب شهر طالقان مشکل خواهد شد. ازدحام خیلی زیاد است داخل شهر. ما ضرورت داریم که اگر تجارای ما میخواد بلند منزل بسازه، ساختمان بسازه، هر آن چیزی که میخوان اعمار بکنن، انکشاف بدن بیرون از شهر. همزمان با این، شماری از باشندگان تخار تاکید دارند که تاجرین و سرمایه‌داران کارهای انکشافی و تجاریشان را محدود به اطراف چهارراه مرکزی شهر طالقان نسازند و با ساخت ساز مارکت‌های تجارتی و بلاک‌های رهایشی سایر بخش‌های این شهر را انکشاف دهند. خواهش من از برادرم است که اگر چیز جور میکنند، بلند منزل جور میکنند، دیگه میکنند، اول برند شهرولی در جریان بانند، برند ماسر پلان را ببینند، بعد از او باز اقدام بکنند، جور بکنند. بدون از شهر، در داخل شهر نه. و خاطر که این رقم هم در اقتصاد ضربه میخوره و هم جایی که یا مصرف میکنند بیوده باز پس چپه میشه. در این حال، مسئولان محلی این ولایت میگویند قرار است با آمدن یک هیئت با صلاحیت از مرکز پس از بازنگری در تطبیق پلان انکشافی این شهر اقدام عملی نمایند. به ارتباط وسعت دادن شهر طالقان، ما پیشنهاد خدا از آدرس ریاست محترم شهرسازی به وزارت محترم شهرسازی ما داشتیم. ما امیدوار هستیم که قریب از مرکز یک هیئت توظیف شوند به ارتباط بازنگری شهر طالقان، یک برنامه خوبی را داشته باشیم. باید از مراجعه بکنه ایجا در ریاست شهرسازی بیایه، اما کدام کارای قانونی تا مراحل میشه، انجینرهای ما در خدمتشان است، دیگه فقط اسنادشان تا مراحل کده و در رای قانونی برابر شد و کارای خودشان بکنه. و در غیر از او اگر اینا خود سر جور میکنه، اعمار میکنه، احتمال داره که وزارت ما یک فیصله بکنه و نمو ساختمان خود سر دیگه میشه که تخریب شد. به گفته شاروال شهر طالقان، به منظور توسعه و انکشاف شهر، آنان کار توسعه جاده عمومی را از پل گومالی الا پل کلان آغاز کردند و قرار است شماری از جاده های کلیدی شهر طالقان را به بازار و یا ساحات تجاری مبدل سازند. اکنون هم چند خبر کوتاه. جلسه اداری امریت عمومی تعلیمات تکنیکی و مسلکی تخار تدویر یافت. در این نشست پیرامون آغاز دروس سمستر بهاری سال تعلیمی 1403 هجری شمسی مراکز آموزشی، ارائه پلان جلب و جذب جدید شمولان، ترتیب و تنظیم امور اداری و تدریسی مکاتب و انستیتوت ها و در نظر گرفتن هدایات و توصیه های مقام اداره در امر اجراعات اداری، تهیه و ترتیب شهادت نامه، دیپلم و ترانسکریپت نمرات برای فارغان مطابق رهنمود آن، استفاده از ایمیل های رسمی در مراسلات اداری، تهیه و ترتیب جدول انفکاک محرومین غرض اخذ منظوری، دقت در قسمت ارائه گزارشات و توجه در امر پروسه ارزیابی امور تدریسی، فعالیت های علمی و مسلکی استادان طبق معیارات نافذه اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، بحث و تبادل نظر صورت گرفته و فیصله های لازم به عمل آمد. رئیس صحت عامه تخار از شفاخانه تخصصی ولایت تخار نظارت به عمل آورد. دکتر غلام سرور رحمانی، رئیس صحت عامه تخار، شب گذشته همراه با تیمی کاریش از چگونگی روند عرضه خدمات صحی و وضعیت بیماران این شفاخانه نظارت نموده و بر رسیدگی به موقع به مریضان تأکید بیشتر نمود. در اخیر هم خبرهای بیرون از ولایت. کمپاین نهالشانی تحت شعار پیروزی و سرسبزی امروز در ولایت کندز آغاز گردید. و گفته مسئولان قرار است در این دور کمپاین هزاران اصل نهال در سطح ولایت کندز غرس گردد. سید نصار جلالی گزارش می دهد. پیروزی و سرسبزی شعار کمپاین نهالشانی سال 1403 خورشیدی در ولایت کندز. این کمپاین با حضور مسئولان محلی و برخی از باشندگان این ولایت آغاز گردید. در همین حال مسئولان میگویند قرار است این کمپاین 300 هزار اصل نهال در سطح کندز غرس گردد.
موږ سکالې سي افتتام شروع کړی ده د دشت عبدان د دښتې نام شروع کړی او په زمون کې موږ نورو پارکونو نورو جیونو کې ناحیو کې دي خار د کمپاین شات یو میاست دوام وکي او موږ تر 15000 نیالګوي پورې سکالې نیالونه کینو. هر یو وګړی د افغانستان یو یو نیالکی دی دا به د وطن د سرسبزی لپاره او د وطن د خیرازی لپاره د وطن د آبادی لپاره دوی سهم به پدې کې د خوندوز د زراعت اداره په مجموع کې تقریبا 300000 اصلا نهال مسمل او غیر مسمل هغه تولید کړی دی. مسئولان در رهبری ولایت کندوز میگویند آنان نسبت به ایجاد سرسبزی در سطح این ولایت متعهدند و از مردم میخواهند که در حفظ و نگهداری نال های غرض شده با حکومت همکاری نمایند. لکه څنګه چې زموږ دولتي ادارې ژمن یو انشاءالله موږ چې د دې نهالونو حفاظت وکړو په وخت باندې به انشاءالله اوبه ورته رسوو. همداسې د خپلو هیوادوالو څخه غواړو چې په دې بخش کې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي. دا یوازې د حکومت کار نه دی، یوازې د امارت کار نه دی، یوازې د محیط زیست یا د ښاروالۍ یا د بل ادارې کار نه دی، دا زموږ ستاسو د ټولو مسؤلیت دی. از سوی هم برخی از دکتران با استقبال از این کمپاین میگویند که غرس نهال و سرسبزی بر صحت مردم و جلوگیری از آلودگی هوا مفید میباشد. چیرته سی ونې دي، چیرته سی فضا سرسبز ده، هلته امراض میکروبونه دي په ډېره سطحه باندې سری نه تیتیږي. نو دې لپاره د میکروبونو په کنټرول کې، د ګرد و غبار په کنټرول کې، د اکسیجن په تولید کې، یعنی انسان صحت مستقیما د ونې او د اکسیجن سره رابطه لري. این در حال است که با روی کار آمدن حکومت امارات اسلامی در راستای سرسبزی و غرس نهال تا این دم توجه زیادی در کندوز صورت گرفته است. و خبری اخیر این که پنجمین دور مسابقات بزکشی در شهر فیض‌آباد بدخشان که مدت 4 روز ادامه داشت به پایان رسید و در فرجام پهلوانان ولسواره های سیگانه راق و بهارک در یک رقابت هیجان آور برندگان جوایز این رقابت شناخته شدند. عتیق الله نبی‌زاده گزارش می دهد. حضور کم سابقه علاقه‌مندان بزکشی در دور پنجم لیگ بزکشی در میدان سنگیموری فیض‌آباد ولایت بدخشان. این علاقه‌مندان از ولسوالی‌های جداگانه برای تشویق چاپ‌انداز مورد علاقه خود آمدند. این مسابقات 4 روز دوام کرد و هزینه مالی آن از سوی علاقه‌مندان ورزش بزکشی و چاپ‌اندازان ولسوالی‌های راغ پرداخت گردید. یک بزکشی عنعناتی سه مهروان جشن مردم بدخشان است. با این لحاظ سه مهروان بسیار علاقه زیاد داریم، نه تنها ما که بیرون مردم بدخشان، ولسوالی ها، قریه و قصبات بدخشان علاقه زیاد دارن میان در بزکشی که یک جشن عنعنوی مردم بدخشان است. خوش دارم که بیام از چاپ‌اندازای بدخشان خود بدخشانی هایمان اکمال کنیم، چاپ‌اندازا را تشویق کنیم و نجیب مختار بسیار خوشم میاد. از سوی هم رئیس فدراسیون بزکشی ولایت بدخشان ضمن خرسندی از حضور پرشور علاقه‌مندان بزکشی در میدان سنگمور از حکومت امارت اسلامی می‌خواهد در قسمت معیاری ساختن این میدان اقدامات جدی نماید. در روز اخیر مؤسسه تهنی اعلام ابلاغ کردیم از ساعت 2 تا ساعت 4 بجه مؤسسه تهنی ما به پایان رسید. البته تهنی اول رنگین پهلوان از ولسوالی راغه ها به خط رسانید که مبلغ 20000 افغانی و نفع خود کمایی کرد و تهنی دوم را پهلوان سردار به نفع مردم ولسوالی راغا گرفت که 30000 افغانی به نفع خود کمایی کرد و تهنی سوم یک اراده موتر از مردم ولسوالی با عزت راغا ها بود که اونم بسیری بابا شور بسواری از پیاجی سیف عبدالجلیل وخشیر به نفع مردم ولسوالی بارک کمایی کرد. در 4 روز پایانی این دوری مسابقات چاپ‌اندازان ولسوالی راغ برنده 50000 افغانی، جایزه تنهای اول و دوم و پهلوانان ولسوالی بهارک برنده 1 اراده‌موتر، نوی پاسو، کامپیوتر، موبایل و 20000 افغانی جایزه تنی سیوم شناخته شدند. بیننده ها و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار، این بود داشته های خبری این ساعت که تقدیمتان کردیم. تا درود دیگر، بدرود.
بیننده ها و شنونده های محترم رادیو تلویزیونی ملی تخار توجه نماید به اعلانات امروز یک شنبه مورخ 14 ماه شعبان سال 1445 هجری قمری برابر است با 6 ماه حدود سال 1402 هجری شمسی. اداره شاروالی ولسوالی رساغ مندوی های خیش را با اشخاص زیل به اجاره می دهد. عبدالسلام ولدی عبدالخیر برنده مندوی نسک بازار به مبلغ 300,100 افغانی. محمد فهیم ولدی محمد علی برنده مندوی گندم به مبلغ 200,001,500 افغانی. بابا جان ولدی سنگ محمد برنده مندوی برنج بازار 100,000 افغانی. عبدالنظر ولدی محمد نظر برنده مندوی موترسایکل بازار به مبلغ 100,100 افغانی. خال محمد ولدی محمد برنده مندوی مال بازار به مبلغ 2,100,000 افغانی. عبدالحنان ولدی غلام حیدر برنده مندوی طرف فروشی به مبلغ 2,290,000 افغانی. مندوی زغیر بازار به نسبت کمبودی داوطلب و مندوی نخود بازار به نسبت بلند بودن قیمت آن هیچ شخصی حاضر با آماده داوطلبی نگردید. بدان اشخاص و افرادی که خواهش مزایده داشته باشند می توانند درخواستشان را سر از نشر اعلان الا مدت 3 روز به اداره شاروالی ولسوالی رساغ تسلیم نمایند. مدیریت نمایندگی از پنجره طالقان یک باب هتل خیش را که در سرک عمومی شرکت موقعیت دارد ماهوار به مبلغ 20,000 افغانی بعد از داوطلبی برای اسامی عبدالکبار و ولدی غلام صادق به کرایه می دهد. بینان افراد و اشخاصی که خواهشی مزایده را داشته باشند می توانند درخواستی هایشان را الا مدت یک هفته به مدیریت نمایندگی از پنجره طالقان تسلیم نمایند. اسامی حلیم ولدی خدای بردی حبیب الله ولدی عبدالرزاق قربان نظر ولدی امام نظر نثار احمد ولدی محمد زیا صفی الله ولدی حفیظ الله فیروز ولدی بهرالدین حبیب الله ولدی اسد الله سویلا بنت زابد مرواری بنت هدایت الله زهرا بنت سید نجیب الله میر جمال ولدی میر حاتم فیض الله ولدی غلام علی گل آقا ولدی محمد امین محمد یاسین ولدی محمد علم اسحاق ولدی میرزا عمران شاه ولدی نظرالدین عظیم الله ولدی دوست محمد و خدابخش ولدی قوت پاسپورت و تذکره های الکترونیکیشان را مفقود نمودند. نیابندگان می توانند به اداره های احصایه و معلومات و امریت پاسپورت ولایت تخار تسلیم نمایند. اسامی محمد اسماعیل ولدی نماز یک را در رکشای ایندی را برنگ یابی از شرکت افغان هوندا خریداری نموده است. بدان افراد و اشخاص که در مورد کدام معامله ای داشته باشند می توانند عرایضشان را الا مدت 3 روز به مدیریت پلیس ترافیک ولایت تخار تسلیم نمایند. اسامی خلیل الله ولدی محمد یونس یک جور کتابچه جواز دریوری خیش را مفقود نموده است. یابندگان می توانند به مدیریت پلیس ترافیک ولایت تخار تسلیم نمایند. پیام ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت تخار. هموطنان عزیز، از اینکه موسم نهالشانی فرا رسیده و تمام مردم در این امر خیر باید سهم فعال داشته باشند، ریاست حفاظت محیط زیست ولایت تخار به منظور تامین سالمیت محیط زیست و حفظ سلامتی صحت هموطنان گرامی دوشادوش دیگر نهادهای دولتی هست هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده با کمال احترام از همه نهادهای محترم دولتی و غیر دولتی تعلیمی، تحصیلی، نظامی و ملکی ولایت تخار تقاضا می‌نماید تا در سرسبزی و شکوفایی ولایت خود دست به کار شده با غرس نهال و بته‌های زینتی و احداث ساحات سبز در محل کار، منازل، کوچه، گذر، داخل شهر، مقابل دوکاکین، صحن مساجد، مکاتب و خلاصه در هر جایی که هستند و امکانات برایشان وجود دارد اقدام نموده و از آن مراقبت و حفاظت نمایند تا خداوند جل جلاله او از ما شما راضی و خوشنود گردد و هم محل خود را سرسبز و شاداب ساخته باشیم. اطلاعیه قماندانی جلب و جذب ولایت تخار به اطلاع تمام مردم شریف ولایت تخار رسانیده می شود که اکادمی ملی پوهندون دفاع ملی حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه برای دوره 19 سال تحصیلی خیش در سال 1403 تحت شرایط زیل محصل می پذیرد. داوطلب فارغ صنف 12 سال 1401 و 1402 هجری خورشیدی مکاتب دولتی باشند. سن داوطلب از 18 پایین و از 22 بالا نباشد. داوطلب دارنده تذکره اصلی و صحت کامل برخوردار باشند و نیز اعتیاد به مواد مخدر نداشته باشند. داوطلب دارای قد بلند و مجرد بوده و نیز متهم به جرمی سیاسی و جنایی نباشند و همچنان نمرات داوطلب باید بالاتر از 80% بوده باشد. واجدین شرایط می توانند سر از تاریخ نشر اطلاعیه الا 15 ماه حوت سال جاری فرمه شمولیت امتحان کنکور را از قماندانی جلب و جذب ولایت تخار اخذ
و بدون قلم خوردگی خانه پری نمایند و بعد از تایید ریاست معارف با تذکیره اصلی و 4 قطعه عکس رنگه که با بکگراندی سفید و کپی شهادتنامه یا نمرات 3 ساله به کمیساری جلب و جذب ولایت تخار تسلیم نمایند. ثبت نام همه روزه از ساعت 8:30 الا 3:30 عصر جریان دارد. آدرس: سرک دوم بندر سرایسنگ مقابل مسجد مولوی فیض محمد رحمت الله علیه. جهت معلومات بیشتر به شماره های زیل به تماس شوید: 070-67-22-62 077-49-00-25-2